بسم الله الرحمن الرحیم. دعاها بعد از تکبیر تحریمه و پیش از خواندن سوره فاتحه. دعاء الاستفتاح يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بار إلها بين من وخطاهايم همانند فاصله كي بين مشرق ومغرب اندختهي فاصله بيانداز و مرا از خطاهايم پاک ساز و مانند لباس سفید كي از آلودگي پاک مشود. بار إلها خطاهاي مرا با برف و آب و یخ بشو. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از تکبیر تحریمه و پیش از شروع کردن سوره فاتحه، یعنی الحمدلله رب العالمین، کمی خاموش می شدند و وقتی که ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید که در این وقت چی می خوانید، رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را که یکی از دعاهای از که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در آغاز نماز می خواندند بازگو نمودند. سخن از لباس سفید به میان آورد به خاطر اینکه اثر پاکی در آن بهتر دیده می شود. فایده های حدیث. فایده اول از آنجا که گناهان سبب وارد شدن به دوزخ و سبب گرمی و آتش می شود و از پروردگار دعا میکنیم که گناهان را با آب و با برف بشوید و این آتش را خاموش سازد. فایده دوم، همچنین این حدیث میزان سوال دادن یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم در پیروی از دیگر حرکت ها و عمل های ایشان را نشان میدهد که کسانی که الله سبحانه و تعالی به وسیله آنها دینش را حفظ نمود، رحمت و رضوان الله بر آنان باد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. بار الها پاک و منزهی و حمد از آن توست و نامت با برکت است و قدرت و شوکت تو بسیار بالا است و هیچ معبودی به جز تو به حق وجود ندارد. یعنی باید دانست که نماز میان بنده و پروردگار همچو پل است که انسان از آن میگذرد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم نمازشان را گاه با این دعا آغاز می نمیدند که در برگرنده بین پاکی الله از هر عیب و نقص بوده او را ذاتی که با برکات معرفی می نماید که دارای برکت فراگیر است. پس می طلبد که انسان پیش از قرائت این دعا به معنای آن بیندیشد تا فایده دیگر از آن بگیرد، تفکر و تدبر در آن داشته باشد که سبب ایجاد فروتنی، خاکساری در پیشگاه الله سبحانه و تعالی باشد. فایده های حدیث. فایده اول، این دعا در برگرنده اعتراف به توحید خالص پروردگار است. فایده دوم، به کمال بندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل پروردگارش دلالت دارد. دعای دیگر، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحد.
إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. من چهره هم را به سوی ذات متوجه کردم که آسمان ها و زمین را آفرید، در حالی که من از باطل رویگردان شده و به سوی حق آمده ام و از مشرکان نیستم. نماز، عبادت، زندگی و مرگم از آن پروردگار جهانیان است که شریک ندارد. دستور یافته ام که چنین کنم و من از فرمانبرداران می باشم. پروردگارا، توی پادشا، جز تو معبودی بر حق وجود ندارد. تو پروردگاری من استی و من بنده تویم. بر خود ظلم کردم و به گناهانم اعتراف نمودم. همه گناهانم را ببخشا. همانا جز تو کسی گناهم را نمی بخشد. بار الها، مرا به نیکوترین اخلاق و خصلت ها رهنمون نما. البته غیر تو کسی نیست که مرا به سوی آنها هدایت کند. بار الها، خصلت های بد را از من دور بگردان، زیرا جز تو کسی نیست که آن را از من دور بگرداند. من در بارگاهت حاضرم و برای اطاعتت آمادم. هر گونه خیر و نیکی در دستان توست، بدی را به سوی تو راه نیست. بار الها، من به لطف تو موجودم و به سوی تو متوجهم. تو بسیار با برکت و برتر استی و از تو طلب مغفرت گناه می خواهم و در بارگاهت توبه می کنم. یعنی این دعا بیانگر فروتنی بیش از حد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در پیشگاه الله سبحانه و تعالی است. زیرا در حالی که در کمال بندگی بسر می برد و پرهیزگارترین بنده الله بود. فایده های حدیث. فایده اول، اشاره به این مطلب است که توحید بزرگترین حق الله سبحانه و تعالی به بندگانش می باشد و اینکه خالق و آفرنده باید پرستش شود، نه کسی دیگری. چنانه که به نقل از ابراهیم علیه السلام فرموده است: الذی خلقنی فهو یهدین. سوره شعرا آیه 78 بفرمود که آن که آفرید هدایت نمود. فایده دوم، شناخت الله تعالی با نامها و صفتهایش سبب ترس و تقوا می گردد. فایده سوم، الله سبحانه و تعالی خالق خیر و شر است، ولی انسان مؤمن از روی ادب کارهای زشت را به الله نسبت نمی دهد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الها، پروردگار جبریل و میکائیل و اسرافیل، ای گرداننده آسمان ها و زمین و آگاه از دنیای پنهان از دیدگان و خبردار از جهان عیان، تو در بین بندگانت در آنچه که در آن اختلاف میورزند حاکمی. مرا به آنچه که از حق در آن اختلاف شده است با اراده ات هدایت کن، چرا که تو هر کس را که بخواهی برای راست هدایت میکنی. فایده های حدیث. فایده اول، از نشانه های راه یافتن انسان مسلمان در خواست همیشگی توفیق و استقامت برای حق تا هنگام مرگ است. فایده دوم، الله سبحانه و تعالی با فضل و بزرگواری خود هر کس را بخواهد هدایت میکند و از روی عدل و پاداش هر کی را بخواهد گمراه میسازد. فایده سوم، غیب را کسی جز الله سبحانه و تعالی نمی داند،
نه فرشته مقرب و نه پیامبر بزرگوار. دعای دیگر: الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثلاثة: أعوذ بالله من الشيطان، من نفخه ونفسه وهمزه. الله برترين وبزرگترين است، همه ستایش ها به کثرت مخصوص او است. من صبح و شام او را تسبیح می گویم 3 بار. به الله پناه می برم از غرور، سحر و وسوسه شیطان. فایده حدیث: این حدیث بیانگر میزان دشمنی شیطان با انسان و میزان تلاش وی برای گمراه نمودن انسان است. دعای دیگر: اللهم لك الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، انت رب السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد، انت ملك السماوات والارض، ولك الحمد، انت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنه حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. یعنی بار إله حمد از آن توست، تو نوری آسمان ها و زمین و آنچه که در میان آنها است، هستی حمد از آن تو است. تو سرپرست آسمان ها و زمینی و آنچه که در بین آنها است و حمد از آن تو است. تو پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه که در بین آنها هستی و حمد از آن توست. تو حقی، وعده، گفتار، لقا، بهشت، آتش، پیامبران، محمد صلی الله علیه و سلم و روز قیامت حق هستند. پروردگارا، من تسلیم تویم و به تو توکل نمودم و به تو ایمان آوردم و به سوی تو برگشتم و به خاطر تو دشمنی ورزیدم و حاکمیت از آن توست. گناه های را که پیش از این انجام داده ام و آن کرداری که به تأخیر انداختم و آن چی که پنهان نمودم و آن چی را که آشکار ساختم ببخش. تقدیم و تأخیر به دست تو است و هیچ معبودی به جز تو وجود ندارد. فایده های حدیث: فایده اول، تأکید اقرار به زنده شدن دوباره. فایده دوم، اثبات این مطلب که بهشت و دوزخ هم اکنون وجودی خارجی دارند و این باور عقیده اهل سنت و جماعت است. فایده سوم، فقط باید الله تعالی حکم و داور قرار داد، نه دیگران را، آن گونه که در دوران جاهلیت رواج داشت. فایده چهارم، اثبات ایمان به همه پیامبران به صورتی که کفر ورزیدن به یکی از آنها مستلزم کفر به همه آنها است، چنانه که الله سبحانه و تعالی درباره قوم نوح فرموده است. قوم نوح پیامبران را تکذیب نمود، در حالی که
نوح علیه السلام اولین پیامبر الهی است، ولی با تکذیب وی گویا همه پیامبران بعدی را نیز تکذیب نمودند.